از 3000 شغل در قانون استخدامی کشور حدود 1000 شغل فقط مال مرداست. یعنی از هر 3 شغل یکیش رسما مال مرداست. اینکه غیر رسمی حالا تو هر اداره مرد به جای زن استخدام میشه جای خود. اینا رسمی قانونی. به همین دلیله که آمار زنان شاغل فقط 11%. وقت دولت تدبیر و امید فقط برای 2 ماه اول امسال 22 میلیارد تومان بودجه داد به شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران. 22 میلیارد تومان فقط برای 2 ماه که بشنن سیاستگذاری کنن، سیغه گذاری کنن. مگه خانه های افاف یعنی فاحشه خونه های اسلامی از کجا اومد؟ از همین بودجه های کلان و جمع های حوزوی و حکومتی دیگه. خانه افاف طرحی بود که برای اولین بار توسط جامعه اسلامی ناصحین قم در سال 73 تهیه شد و برای سازمان‌های مختلف فرستاده شد. سال 81 این طرح از طرف وزارت کشور به دولت خاتمی داده میشد. خاتمی خودش مخالفت میکنه با این طرح. مجلس شما مخالفت میکنه. طرح کی تهیه کرده بود؟ دانشگاه آزاد. آقای رفسنجانی تهیه کرده بود. همین دوروری ها شروع. میگن پشت سر مرده رفت. همین طرح خانه های افاف امروز داره در کشور اجرا میشه. همین حرفایی که قرائتی زد، رفسنجانی زد، سردفترهای ازدواج و طلاق میزنن به قول خودشون، عملیاتی شدن همین طرحه. ببینید تو اساسنامه طرح خانه افاف آمده با توجه به واقعیات جامعه و نظر به وجود نمونه های زیر یکی از ابزار موفق در مقابله با تهاجم فرهنگی تسهیل و گسترش امر ازدواجش. موارد زیر یعنی بانوان بی سرپرست و همسر از دست داده، بانوانی که نمیخواهند همسر دائمی مردی باشند ولی حاضر به ازدواج موقت و کوتاه مدت هستند، دانشجویان و محصلانی که امکان ازدواج دائم برای آنها نیست، مردانی که به دلایلی کسی با ایشان ازدواج نمی کنند، مردانی که زنانشان مشکلاتی از قبیل طولانی شدن مدت بیماری دارند و افرادی که دائم السفر هستند و دور از عیال دائمی خود به سر میبرند. چیزی که وجود نداره عاطفه است و تعهد. بعد اهداف طرح مؤسسه افاف از رو خود اساسنامه‌اش دارم میخونم. الف، احیاء سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ب، مقابله با تهاجم فرهنگی استکبار جهانی از طریق تسهیل امر ازدواج. بعد با همین، بله مختصر عرض میکنم که با همین اعتقاد حق بازی، راننده امام خمینی موقع ورود امام به ایران یعنی سردار محسن رفیق دوست میشه یکی از بلند آوازه ترین صاحبان همین خانه های افاف رفیق دوست. بعد از ریاست بنیاد مستضعفان که خمینی بهش داده بود که در جریان کار تو اون بنیاد پربرکت به گفته خودش بیش از 330 دستگاه آپارتمان میسازه، کارخونه داروسازی لغمان رو میخره و بنیاد تعاون نور رو راه میندازه. بنیاد تعاون نور تا سال 88 79 تا دفتر فقط تو تهران داشت. من نمیدونم الان چند تا دفتر داره. اسمش وقتی خیلی این بنیاد مطرح شد که فاحشه خونه کرج سال 1379 بود فکر میکنم لو میره، یه دختر 17 ساله خونه هدایت اسلامی کرج، اسمش هدایت اسلامی کرج، یه دختر 17 ساله به اسم سمن فرار میکنه، ماجرا رو واسه پدر مادرش میگه، اونا میرن شکایت میکنن، حجت الاسلام هادی منتظری مقدم رئیس دادسرای دادگاه انقلاب کرج و رئیس خانه هدایت اسلامی کرج که زیر نظر بنیاد تعاون نور محسن رفیق دوست اداره میشد بازداشت میشه. ایشون که بهشون گفتن قاضی محترم انقلاب کرج با وثیقه آزاد میشه و اون دختر که اسمش سمن بود و فرار کرده بود و ماجرا رو افشا کرده بود کشته میشه. هیچ اثری دیگه ازش نیست. خانه هدایت اسلامی کرج که بهشون گفتم بنیاد خیریه گلیاس، این آقای رفیق دوست دیگه میشناسینش، یه مرکز خصوصی بود که به نگهداری و
به نگهداری بیش از 1000 دختر با سن 7 سال به بالا در طی چند سال دوران فعالیت خود می پرداخت. بعد عرض کردم اون فرار میکنه و بعد گزارش‌ها در رسانه ها منتشر میشه و اتهامایی که زده بودن به حجت الاسلام رئیس دادگاه انقلاب کرج، رو بودن دختران، بهره گیری جنسی رئیس دادگاه انقلاب کرج و برخی دیگر از مقامات بلند پایه از دختران، معتاد کردن و تجارت آنان، این مرکز زیر نظر بنیاد نور. یک لحظه فقط ببینید که آقای بنیاد نور چی میگه. محسن رفیق دوست به این دلیله که همچنان همه کار است. من آرزو میکنم که یک، در جمهوری اسلامی مقدس ایران همه پیرو ولی فقیه باشن و ساز دیگه نزنن و خدا این انقلاب ما رو زمین ساز قیام امام زمانمون قرار بده.